بلی سلام علیکم دوستان نام محمد سلام ساحل است نام خیلی معلومات یافت آوره که از طرف داری سنجن فی بر شما تقدیم شود با زبان داری برتن تقدیم کنم اگر شما میخواهید که ماسک به دست بیاری برای خودتان برای فامیلتان یا میتونی برای صفحه فیسبوکی داری سنجن فی شما مراجع کنی در اوجه در مسیج برشان نامتان ادرستان اشتا کنیم برتن در خانه تان از طریق میل ماسک روان خواهم کرد ولی میخوام معلومات که درباره وایرس کرونا در شهر ماها به دست ما قرار گرفتن قرار زایل هستن در شهر ماها قضای مثبت که در مورد وایرس کرونا هستن با 2593 نفر میرسن هفته گذشته یا هفته فعلی 989 نفر با وایرس کرونا مبتلا شدن تا به این حال اشخاصی که از وایرس کرونا از خاطر وایرس کرونا جانهای خود را از دست دادن به 134 نفر می رسن تعداد بدها یا تعداد بسترها که به خاطر مریضان وایرس کرونا موجود هستند به 302 نفر می رسن اشخاصی که فعلا در بستر از خاطر وایرس کرونا در شفاخانه بستر هستن به 99 نفر می رسن افرادی که از وایرس کرونا جانهای خود جور شدن یعنی صحتیاب شدن به تعدادشان به 6961 نفر می رسن ولی می خواهم معلوماتی که در راجع به وایرس کرونا هستن در شهر ماها در شهر ماها وایرس کرونا بسیار تیزی پیش می رن دلیلش نمی است که مردم بسیار علت عادی را انتخاب کردن یعنی رفت آمدشان بسیار زیاد شده در جای بسیار پر ازدحام رفت آمد دارن از خاطر وایرس کرونا را جدی نمی گیرن و یعنی قضای مثبت وایرس کرونا در شهر ماها بسیار زیاد شدن و دلیلش نمی است که اکثر مردم وقتی که بیرون برای ماسک نمی پوشن تدابیری که برشان از طرف دکترها گفته شدن مراعات نمی کنن و علی از خاطر زمین وایرس کرونا بسیار با سرعت در شهر ماها پیش میره یعنی با از طرف WHO یعنی برشان پوزیتیویتی ریت یعنی که اشخاص که مبتلا میشن قرار است و پیشنهاد کردن که باید ده 5 باشن یعنی به حساب وقتی که اشخاص مبتلا میشه با وایرس کرونا یعنی ریت یا درجه از او باید فیصدی ریت فیصدی از او باید 5 باشه ولی فعلا در شهر ما هم با 11 فیصد میرسه یعنی بسیار تیز پیش میره باز هم کارکنان صحی بخش دگلس کانتی برای مردم چیزایی که مهم است و برشان توصیه میکنه یعنی شستن دستا با آب گرم و صابون به طور دوامدار جلوگیری از جاهای پر ازدحام یعنی شما در جایی که بسیار پر ازدحام باشه نری و همیشه که در بیرون باشه شما از ماسک استفاده کنی یا در مارکت شما میری یا بیرون باشه کوشش شما از ماسک استفاده کنی به خاطر که ماسک یگانه چیزی است که میشه در کاهش وایرس کرونا بسیار کمک کنند و ضروری است که شما وقتی که بیرون میبری کوشش کنی که از ماسک استفاده کنی آله معلوماتی که به طور نشنل یعنی به سطح امریکا که است به دست رسته و قرار گرفته ای است که با اشخاصی که با وایرس کرونا در شهر در تمام شهرها یعنی تمام امریکا مبتلا شدن به 4 میلیون میرسه یعنی قضای مثبت به 4 میلیون رسیدن تا بالی که اشخاصی که در امریکا جانهای خود از دست دادن به 155,165 نفر میرسه یعنی همین قدر افراد یا مردم از خاطر وایرس کرونا جانهای خود از دست دادن فعلا 30 ایالت وایرس کرونا در 30 ایالت بسیار به دستورات هستن یعنی وایرس کرونا بسیار دستورات دو جور پخش میشه از یک شخص اشخاص دیگر یک دیگر یعنی وایرس بسیار تیز میره از او خاطر در میسی ایالت که است در اوجه حالات شفخانه و بخشای صحی که از بسیار پر ازدحام است یعنی بالاشن بسیار بیروبار است
خبرهای خوشم است که است که به خاطر وایرس کرونا بالای واکسینای کار جریان داره، امکان است، توقع است که تا آخر این سال یا تا آخر سال آینده امی واکسینا که است به خاطر وایرس کرونا جور شون. ولی بازم این حالت که است بالای کلگی است، این حالت بخاطر در تاریخ امریکا میگه یگانه حالتی است که بسیار حالت خراب است، یعنی این حالت سری کلگی است. ولی بازم شما کوش کنه که مواظبت خود کنه و فامیل کنه و چیزایی که از طرف کارکنان صحی برای شما گفته میشه دوباره مراعات کنه. حالی می خواهیم و مجھ سوالایی که از طرف مردم از طرف اداره رسونی پرسان شدن روان شدن و را برتان می خواهیم ترجمه کنیم برتان. سوال اولی که پرسان شدن از یک شخص پرسان کرده که ما می خواهیم بخاطر اطفال خود بخاطر واکسینی شان اپایمین بگیریم. میگه ما فعلا در این فکر هستیم که تنها ما میتونیم بخاطر وایرس کرونا میتونیم برای شبخانه مراجعه کنیم، در غیر آن در خانه باشیم هر چیز که شد. یاد جوابشان گفته که نه، شما میتونید در هر حالت شما میتونید برای شبخانه مراجعه کنید و شما میتونید برای اطفالتان بخاطر واکسین کردن شما پایمین بگیرید، بخاطر که واکسین بسیار ضروری است. نه تنها وایرس کرونا ولی مرض های دیگه هم هست که میشه بخاطر اطفالتان یا برای خودتان خطرناک باشن. شما کوشش کنید که واکسینا از اطفالتان که از واره با وقتشان برشان اجرا کنه. سوال دوم یه است، یک شخص پرسان کرده که ما یک ویدیو را آنلاین دیدم و در ویدیو گفته شده که بخاطر وایرس کرونا علاج پیدا شده و ضرور نیست که ما باید از این ماسک استفاده کنیم. در جوابشان برش گفته شده که نه، تا بالا بخاطر وایرس کرونا کدام علاج پیدا نشده، ولی دکترها یا کارکنان صحی که از بخش که دوجه کار میکنه از دواهای مختلف استفاده میکنه که میشه به خاطر مریض های وایرس کرونا کمک شوند، یعنی صحتیاب شوند. ولی به خاطر وایرس کرونا کدام دوا یا کدام هر دوا یا درمان چیزی که هست برشان جور نشده، از خاطر شما کوشش کنه که امون تدابیری که براتان گفته میشه از طرف کارکنان صحی، یعنی وقتی که شما بیرون از خانه میرید شما کوشش کنه ماسک بپوشه، وقتی که بیرون میباشه یا خانه میایید شما کوشش کنه دستای خود با صابون با آب گرم بشویی، و از وقتی که بیرون میباشه شما کوشش کنه از افراد دیگه یعنی فاصله 6 فوت را مراعات کنه، از جاهای بسیار بیروبار خودداری کنه. همین چیزا هست که شما استفاده کنید و میتونه که در کاهش وایرس این چیزا را براتون کمک کنه. سوال سیومی است که یک شخص پرسان کرده که ما دمی آخر تابعیت امریکا را گرفتیم و ما میخواییم که بخاطر انتخابات در انتخابات اشتراک کنم، ولی نمیخواییم که در پولینگ ستیشن یا در جای مرکز رای دهی در اوجه برم بخاطر که ما نشه که با وایرس کرونا مبتلا شون. در اینجا برشون گفته شده که شما میتونی رایتان از طریق ایمیل نیز برشان روان کنه و ضرور نیست که شما در اوجه بری و رای بده در مرکز رای دهی. یعنی سه چیز است که شما را براتان بسیار مفید است که وقتی که شما رای را از طریق ایمیل برشان روان کنی، یک شما را از خطر وایرس کرونا یعنی مسئول نگاه میکنه، شما ضرور نیست که شما اونجا بری، یعنی شما اگه در خانه باشی رای براتان روان کنی خوبتر است که شما شاید با وایرس کرونا مبتلا نشوی، یک چیز. و دومیش است که وقتی که شما میخوای رای از طریق ایمیل یا از خانه برشان روان کنید، شما میدونید در شخصی که شما رای برشان میده خوب دوباره ازو شما مطالعه کنید باز بعدن برشان رای بدید. سیومیش هست وقتی که شما در خانه باشه شاید برای شما کمک های به خاطر انگلیسی یعنی شخصی باشه که براتون ترجمه کنه یا براتون تشریح کنه که شخص شما رای بدید، یعنی کمک بیشتر شاید باشه از طرف اشخاص فامیلتان یا کسایی که دیگه باشه یکی که امرتان کمک کنه که شما شخص ما را خانه پری کنیم. اگر شما میخواید که از طریق خانه رایتان برای مرکز رای دهی روان کنیم، شما باید اول دمی ویب سایت که www.vote.org/absentee-ballot
یه یک وبسایت هست که ما در بالای میخ ویدیو مندازیم، شما میتونید اونجا خود راجستر کنیم و بعد از او شما را به خاطر شما باز و یک فرم روان میکنه، باز شما را بازور شما پاس باشن روان میکنه از طریق ایمیل و شما کوشش کنید که وقتی که ایمیل میخواییم از طریق ایمیل رای میده، شما باید با تاریخ 23 اکتبر که در نبراسکا است شما باید خود راجستر کنید یا رای برشان اپلای کنید، اپلیکیشن برشان بده به خاطر رای دهی از طریق ایمیل. و اگر شما در آیوا باشی شما باید با تاریخ 24 ایمیل درخواستیشان برشان روان کنید، یعنی بیفور از این تاریخ، یعنی قبل از این تاریخ باید شما برشان درخواستی تان به خاطر رای دادن از طریق ایمیل برشان روان کنید. ای بود معلومات هفتوار ما، خدا کنه معلومات برتان مفید تمام شده باشن. باز هم اگر کدام سوال باشه شما میتونه از آدارا پرسان کنیم. تشکر از اینکه شما ویدیو ما دیدید، تشکر بسیار زیاد، وقت خوش، خداحافظ.